این جانب محمد بیت سالم فرزند عبدالنبی جانباز 50%، در سال 1378 7 ساله بودم، به همراه خانوادم، پدر، مادر و برادر کوچکم در حال رفتن به مسیر دارخونه بودیم. ما بین این مسیر، فلک سگوش و پل نادری که مسیر اصلی اهوازم هست، با چند شلیک خمپاره اونجا مجروح شدیم. پدر خانواده دست چپ و پای چپش، مادرم دست چپ و پای چپش، برادرم پای چپش و بنده دو پاهم را دست دادم. بعد از انفجار ما رو منتقل کردن به بیمارستان اهواز، اونجا کاری نتونستن واسه اون بکنن. بعد از بیمارستان اهواز منتقلمون کردن به بیمارستان ساسان تهران، اونجا روی پای چپم پیوند استخوان انجام شد و پای راستم ترکشار درآوردن. 2 سال این مداوا طول کشید تو بیمارستان ساسان تهران. بعد از 2 سال که مرخص شدیم، درست مرخص شدیم، ولی تاثیرات روحی، جسمی و روانی روی این خانواده گذاشته بود این انفجار. سال 84 بود. خانم لوسی اسمیت نماینده کمیته حقوق کودکان من از نزدیک دید، با ابراز تأسف به عمیق از جنایت های منافقین بهم گفت پرونده قابل پیگیری است، لکن کسی نبود که کمک میکنه پرونده رو پیگیریش انجام بدیم. به هر صورت بود ما کاراش انجام داده بودیم. یه پرونده هم داشتیم پاریس که با فرس دادگاه منو از نزدیک دید و حق کاملا به من داد. به اون گفت پرونده رو من میفرستم زیر نظر قاضی و قاضی اونجا تصمیم میگیره شما رو بفرسته دنبالتون یا نه. الان تقریبا 10-12 سال هست که این پرونده بازه و هیچ تصمیمی روش نگرفته تو دادگاه پاریس. ما از همین جا، از اون کشورهایی که این جنایتکارا رو پناه بهشون میدن و ادعای حقوق بشر دارن، میخوام یه چیزی بهشون بگم. یک لحظه میتونن درد ما رو تحمل کنن،